بیماری جدید فراگیر شده از آقا، اسمش هم کرونا از آقا. توصیه این چیزیشون خاطر هست در گذشته مثلا در زمانهای دور یکی از مشتریدی برای اینکه خامون مدود برای شیعیان تو سامرهای توصیه کرده و بیورد کنه شما اگه توصیه چیزی هست مثلا براتون بگم. ببین حالا اینا شلوغ میکنن تو رو، اینا آب و هواها فرق میکنه، زمین ها فرق میکنه، بدن ها، بعضی مریضی ها بعضی جا نمیگیره پرش. من تو دلم احتمال میدم، تو دلم الان 6 ماه اومده اون که باید گرفتار کنه که آمریکاست، اسرائیلی کار کرده و فایده نداره. بدن ها، موقعیت ها، غذاها فرق میکنه اونجا، مت به هم اینا. حالا اونجا چند تا گرفتن، یه خوردم این چینی ها دارن شلوغ هم میکنه. بله خدا علیه حال نه اون مورد، موردی که تو ذهنتونه. ببینید یه وقت سابقه های مریضی هایی که الان جلوگیری میکنن الحمدلله با این مسائل پزشکی دیگه، تا اون میامدش خب خیلی مریضی بود، همچون میمردن مردم بنده خدا، ابتلاعات اونجوری، یا مثلا وبا میامد گرفتار میشدن. بله زمان مرزای شیرازی تا اون آمده بوده توی سامر را، ایشون اونجا تشریف داشته، هم تو مردم میمردن، هم نداشتن وسائل و اینا. بله اصلا بعض وقتا تو قرآن هم آیه داریم، اون شهری که حزقیل نبی دعا کرد که افرادش میگن تا اون آمده بود فرار کردن، تو را مردن همه. اون مریضی ها میامد به چند ساعت همه را از بیم. بله اون وقت یکی از شاگردهای مرزا پا شدن گفتن که آقا مثلا من مجتهدم. بله گفت حکم کنم باید اجرا بشه. بله گفت حتی شما؟ گفت بله. گفت من حکم کنم که تمام شیعه ها 3 روز روزه بگیرن، ثوابش رو اهدا کنن به مادر امام زمان، ازشون بخوان که از فرزندشون بخواد این بلا رو از شیعه ها دفع کنه. حکم گفت کرد، همه گرفتن، خود مرزا هم گرفت. میگن یه دونه شیعه تون واقعا بین نرفت، ولی خیلی سنی بین. حالا بله هم که اون خب مریضای عجیب غریب خدمت غلامی بودیم قبل جلسه هم صحبت ها بود، گفتم من به ذهنم شخصا بجوری مثلا مشکل شما میبینید، تو دلتون فکر کنید 10 تا صلوات برفرستید، خدا دفع میکنه میره. متوسل بشین صلوات بر محمد آل محمد. روایت دیدم کسی که بر محمد و آلش درود برفسه، شخص خدا توی 1000 صفحه از ملائکه خودش با تمام این صفها 70 بار به این آدم درود برفسه. درود یعنی نعمت ها، منت ها، که یا دفع مرض که چیزی نیست. اینقدر عجب آدم داده میشه. این چینی ها محمد و آل ندارن. اللهم صل علی محمد.